با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 16 ماه آپریل سال 2021 و برابر است با 27 فروردین ماه 1400 هجری شمسی. همین اول برنامه قرار نبود این سابسکرایب بیاد، ولی دیدم که رادیو تلویزیون های دیگه هم از شما میخوان که همین اول قبل از تماشا سابسکرایب کنید. امیدوارم این کار رو انجام بدید. در حین برنامه هم قرار هست این امروز به اصطلاح چندین بار نشون داده بشه، بلکه دوستان اون دکمه سابسکرایب رو بزنن. اینجا هم نوشتم سابسکرایب رو نشان بدهید. و اما از شما خواهش میکنیم اگر امکان مالی دارید حمایت هم بکنید. و اینکه من در برنامه گذشته درباره خرید 70 اتوبوس از یک آکشن یا حراجی صحبت کردم، سوالاتی پیش آمده بود برای دوستان که آقا 70 تا اتوبوس؟ بله، اینجا یه آکشنایی هست که مال کامیون و ماشین و اینها هست و حتی ماشین فروش ها وقتی یه ماشینی دارن نمیتونن بفروشن، میفروشنش آکشن، اونجا میفروشن، اونجا دیگه دردسر وارانتی و گارانتی و ضمانت و اینها ندارن. ما یه دفعه رفتیم اونجا که بریم یه کامیون بخریم برای کارمون، برای شرکتی که داشتیم. یه دفعه دیدیم یه اتوبوس اونجاست، گفتیم خب اینم نگاه میکنیم ببینیم قیمت چنه. این اتوبوس ها شروع کردن، اتوبوس های مدرسه هست، 40 تا صندلی داره، نمیدونم اینا اولا کولر ندارن چون توی تابستون کار نمیکنن و مدرسه ها تعطیله. توی این منطقه هم که ما هستیم دیگه تا اون ماه یا چیز که میرن می و اینا هنوز احتیاجی نیست به کولر. خلاصه ما دیدیم که مثلا یکش از 1000-1500 شروع کرد ولی هیچ کس خریدار نبود. نگو اونها میدونستن ماجرا چه خبره و ما نمیدونستیم. خلاصه دیدیم هیچ که نمیخره، هی آمد پایین و پایین و اینها تا رسید به مثلا 500. ما دست بلند کردیم گفتیم خب یکشو میخریم میذاریم کنار یاردمون یا گاراژمون، اسبابا رو میریزیم داخلش، اسباب و اساسیه و اینها رو. بعد اون تا ما دست بلند کردیم یکی دیگه هم دست بلند کرد و اینها همینجوری رفت تا رسید به 700. 700 دلار برای یه اتوبوس. خلاصه وقتی که قبول کردن اون پیشنهاد ما رو، گفت که چکش میزنن، بله خریدار شما هستید، برید اونجا. من تعجب کردم که خب این حالا من یکیشو خریدم، اون 69 تای دیگر رو چرا نمیفروشه و اینها. گفتیم خب لابد نمیدونیم، لابد یه حسابی هست. گذشت و وقتی که اونجا تموم شد، ما حالا یه دو تا کامیون دیگه هم خریده بودیم، رفتیم حساب کنیم، گفت که خب 70 تا 700 تا میشه چقدر؟ 49 تا، 3 تا صفرم جلوش، اینقدر. گفتیم برای چی؟ گفت برای که این 70 تا با همه یه فلیت هست، مال یه کاونتیه، مال یه شهرداریه، مال یه جایی، باید همه رو با هم بفروشیم. گفتیم بابا ما اشتباه کردیم، ما یه دونه میخوایم، 70 تا اتوبوس برای چی میخوایم و اینا. بعد گفتن که نمیشه، یا باید جریمه بدی که هفته دیگه هم اینو ران کنیم، ولی حالا چند روز چیز داری. خلاصه ما اومدیم و رفتیم با بانکمون صحبت کردیم و اون موقع هم شرکتمون و اینها اعتباری داشت، هنوز داخل تلویزیونای ایرانی نیومده بودیم اینجوری بی اعتبار باشیم. خلاصه قبول کردن که به ما یه وامی بدن، یه لونی بدن و ما بریم اینا رو بخریم. بعد گفتیم حالا کجا پارکش کنیم، با خود اونا صحبت کردیم، گفتن هیچ اشکالی نداره، تا موقعی که ما جا داریم میتونی همینجا هم پارک کنی. خلاصه این راننده هامون یه سریشون مال هاندورس و اینجا بودن، یکشون اومد گفت که اگه خواستی من با برادر خانم و نمیدونم برادر خودم و اینها اینا رو برات 3 تا 4 تا اینا میبریم اونجاها میفروشیم، اینو داشته باشید. بعد یه زمانی گذشت و ما اینا رو فروختیم و رفت و اینا، حالا از همون 700 دلار گرفته تا 2000 دلار، بالاخره سود و ضرر بد نبود. یک زمانی رفتیم ما باهاماس، وقتی رفتیم باهاماس گفتن بلیت بخرید فردا مثلا برید شهر رو ببینید. ما بلیت خریدیم فردا، دیدیم حالا به جایی که این ماشینای تور و اتوبوسای قشنگ بیاد، یه اتوبوس همینا رو آبیش کرده بود و روش هم اسم نوشته بود و اومد وایساد و وقتی هم راه افتاد رفت دود میکرد، دودش هم میمد داخل چون اینا دیزل بودن، گازوئیلی بودن. خلاصه همسرمونم به شوخی گفت که ببین اینا رو فروختی، حالا خ
خودت باید بشینی اینجا و دود بخوری. این بود ماجرای اون 70 تا چیز به اصطلاح اتوبوس که همون دوستمون هم هکتور و فامیلاش و اینها با هم فروختن رفتن. دوستان امروز ساعت 2:30 من با آقای تقی مختار یه صحبتی دارم و ساعت 3:30 یا 3 هم با آقای فرزاد نیساری. اجازه بدید ببینم برای ایشون نوشتم 3:30 یا نوشتم 3 بعد از ظهر. انقدر می نویسیم و رد بدل می کنیم گفته ها و شنفته ها، شنفته هایی نمی دونیم چیه. من نوشته که آیا قرار بر شرکت در امروز بود، آیا هست؟ آها، برای آقای نیساری امروز استثنا ساعت 3 و قرار بود که آقای امیر حسین لادن هم با ما ساعت 3:30 باشن، ولی ایشون براشون یه کاری پیش اومده و نمیتونن شرکت کنن و ما با دو مهمان عزیزمون آقای تقی مختار هنرپیشه کارگردان، فهم خیلی جالبه که ایشون در همون جوونی کارگردان بوده و اینها و حتی افرادی مثل فردین براش توی فیلم ها بازی کردن. اگه شما برید فیلم تعصب رو ببینید، اولین فیلم آقای مختار بوده که کارگردانی کرده و فردین هم توی اون شرکت کرده. دوستان این برنامه امروز از کلاب هاوس هم استثنان پخش میشه، چون ما تازه یاد گرفتیم روی کلاب هاوس چگونه باشیم و میخوایم به این وسیله شاید به دوستان در ایران و اینور ور بگیم که وبسایتی هست به نام مردم tv.com، وبسایتی هست به نام مردم report.com و میتونن از اینا استفاده کنن. متاسفانه در ایران آخوندا اینترنت رو فیلتر کردن، فکر کنم همون بچه هاشون وی پی این رو نمیدونم چیه فیلتر شکن میفروشن به مردم، اینم یه درآمدی شده. فکر کنم اونایی که روی کلاب هاوس هستن احیانا از فیلتر شکن استفاده میکنن، پس میتونن با تلویزیون مردم، مردم tv.com یا مردم report.com هم به اصطلاح در تماس بشن و دیداری داشته باشن. خب این رو هم خط بزنیم. حمایت هم که گفتیم، اینجا نوشتم حمایت حمایت حمایت، یعنی سه مرتبه حمایت لازمه و باید کاری کرد. میگه که یک برنامه ای رو من به شما بگم که بعضی وقتا به اصطلاح قدرت کلام رو میرسونه یا قدرت بیان رو میرسونه. سالها پیش من براتون تعریف کردم، اونایی که منو چندین سال میشناسن، که اگه شما بری، من میتونم بدونی که شما رو بفرستم توی آشپزخونه، بدونی که بهتون چاقو بدم اینها، یه آزمایش خیلی کوچیک رو انجام بدیم، خیلی هم ساده است و هیچ که باور نمیکنه که اینقدر تعریف یه چیزی بتونه قدرت داشته باشه. من الان برای شما تعریف میکنم که فکر کنید. اتفاقا کلاب هاوس این قدرتش زیادتره به خاطر اینکه هر کسی حرف میزنه شما هستین که تجسم میکنید که اون داره چی میگه. مثلا اگه میگه امروز بارونیه، اگه شما بارون نم نم دوست داری، بارون شدید دوست داری، اگه میگه بارونیه بارون لندن رو دوست داری، خیابونای آسفالت رو دوست داری که بری توی کافه ای، یا بارون خیابونای شیراز و خاکی و اینا رو دوست داری که پدر صاحب بچه در میومد تا برسه به منزلش. در صورت یه نفر بیان میکنه، شما تجسم میکنی. در تلویزیون قدرت تجسم از بیننده و شنونده گرفته میشه. بماند تعریف کردم که شما فکر کنید که الان میرید، حالا یا در یخچال رو باز میکنید، بعضیا لیمو رو توی یخچال نمیذارن، لیمو رو بیرون نگه میداره، میگن میوه هایی که مال جاهای گرم سیره لازم نیست توی یخچال نگه داشته بشه. نمیدونم، مثلا موز هم همینجور. خلاصه شما میری در یه لیمو بر میداری و این لیمو رو یه چاقو هم بر میداری، کاتش میکنی یا به اصطلاح میبریش و یه نصفیشو میزنی به زبانت. همین الان که این کارو میکنی شما خود به خود تو دهانشون مزه ترشی یا ترشی به قول شیرازی ها هست. این میگن اون چیزیه که مغز آدم میتونه ارتباط برقرار کنه با شنونده. ولی یه مثال دیگه هست. شما فکر کنید که من هر وقت شما رو میبینم، چون پدر بزرگ هستم، دست میکنم تو جیبم و یه دو تا آب نبات به شما میدم. حالا فکر کنید یه بار دست میکنم تو جیبم، میگم که من اینو بهت میدم ولی نترسیا.
شما دستتو میاری جلو به خیال آب نبات همیشگی، ولی وقتی میگم نترسیا، خود به خود یه چیزی تو مغزت درست میشه که این حالا چیه؟ این میخواد یه عنکبوت بندازه تو دست من، یه سوسک بندازه، یه مورچه بندازه، یه حیوانیه، یه چیز بدی هست. خلاصه اینم از قدرت بیانه و اینها رو بعضی وقتا تو کلاس‌های مختلف به آدم یاد میدن به نام قدرت کلام و میگن بتونید ازش خوب استفاده کنید. و اما حزب خران یه فیلم، یه گزارش فکر کنم 45 دقیقه یه ساعتی توی بی بی سی هست، حتما برید نگاه کنید. میدونید که شعار حزب خران این بود: تو که از مهنت دیگران بیغمی، همه فوره میگید نشاید که نامد نهند آدمی، ولی اون میگه تو خر نیستی، بیگمان آدمی. و حزب خران اگر یه نفر به شاه گفته بود بابا بذار این حزب باز باشه، بذار مردم برن اونجا صحبت کنن، اونجا به اصطلاح ناراحتیاشون، نگرانی ها رو بیان کنن و عقده هاشون رو خالی کنن، بعد راحت برن خونه هاشون، اینجوری نمیشد که زمان 1357 شد. اجازه بدید من این کلاب هاوس رو خاموش کنم که حالا دیگه یه چیز جدیدم اینجا تو چشممون نباشه و بتونیم با شما راحت‌تر صحبت کنیم. و اما این از این، اینم خاموش. بله، این ماجرای حزب خران ویدیوشو اگه بتونم لینکشو براتون میذارم، اگه نه که خودتون حتما میتونید پیدا کنید. و اجازه بدید من اینجا بیام با شما باشم. و این چرا تلویزیون مردم یه کم دیگه مثل که این باید بره این برتر، از چیز افتادیم بیرون، از فریم یا بعد الان دیدید شما. و این هم همون ماجرای یوتیوب هست که سابسکرایب کنید، اگر فیسبوک و اینها میبینید فالو کنید و هر چیز دیگه‌ای. خب وارتا، بله اوکی، اینم از اینجا. صدای این رو من ببندم، عذر میخوام ازتون. Has taken action on your video because it may contain music, audio or video that belongs to them. من نمیدونم کیه که شاید به خاطر این چیزی که نشون میدیم، این مال چی میگن، این استاپ کنیم، شاید این چیز داره، این چیز داره، افکت 6 رو اینجا ما خاموش کنیم اصلا. بله راحت، اونایی که میخواستن سابسکرایب بشن احیانا این کار رو انجام دادن. میگه که چیز کن، اوکی این کار رو انجام دادیم و هستیم اینجا. یه کمی هم امروز نور ما اینجا زیاده، برای که این دستگاه ها کلن جدیده، دوربین جدید، سیستم جدید. میبینید که از اون حالت مربعی آمدیم بیرون و به اصطلاح به مستطیل تبدیل شدیم. یه بار دیگه من اینو شروع کنم، اینو به اصطلاح از نو، بله اند، بعد میایم اینجا. میگه چون اون چیزه رو نشون دادی به اصطلاح نمیتونی الان برنامه زنده داشته باشی. ما میگیم چشم و یکم هم اینجا رو هم ریخ به هم. این همه ماجراهایی که اینجوری میشه بعضی وقتا. این میایم او بی اس و اینم این و میگیم که گو لایو. بله تایتل هم نمیخوایم، هیچی نمیخوایم. اینم میایم اینجا، ویدیو رو میبریم روی او بی اس، بعد دوباره میاریم روی این که سایزش، اندازش درست بشه. بله توی ایران این هفته‌ای که گذشت از اون جمعه تا این جمعه خیلی خبرای زیادی بود، از نمیدونم حمله به نطنز، از افرادی هنرپیشه‌ای که فوت شد، از داستان‌هایی که روی کلاب هاوس اومد، اون خانم فائزه هاشمی رفسنجانی و اول فکر کردن 8000 نفر اومده چون ظرفیت اتاق بسته شد تموم شد، ولی اتاقای زیادی باز کردن و بعضی ها میگفتن تا 50000 نفر اونجا بودن. بعدم نگرانی افرادی مثل شهرام و همایون و اینها
که بله 16 رو دارن در جهاتش رو میگیرن، به جاش براتون اپوزیسیون درست میکنن. آقای همایون شما دوست عزیز برید ویدیوهای خودتون رو نگاه کنید ببینید سوربی سال 2011-12 اینها بوده، با خود شما و شازده یه صحبتی کرد، گفت آقای شازده شاه هستی یا نیستی؟ اون موقع شما متوجه نشدی سوربی چی میگه. همین سوربی سال 2006 باز از شازده سوال کرد شاه هستی یا نیستی، اون موقع شما نفهمیدی. همین سوربی سال 1987 وقتی که یه سال بود اومده بود تو آمریکا باز از شازده پرسید و این جواب نداد، این آقا مرد عمل نیست. حالا شما داد میزنی ما عمرمون رو تلف نکردیم که به تو بگی نه. آقا یه نفر میگه من نمیخوام این کار انجام بدم، شما تو آمریکا هم میخوای به این آقای شازده زور بگی، بگی بیا به زور شاه بشو. خودتون اگه بودید، مخصوصا خود شما آقای همایون که منزل ایشون رو میدونی، حاضر بودی از پوتومک مریلند بلندشی بری نمیدونم حتی تو این قصرخونه های بابات زندگی کنی؟ آقا ولمون کن، بدبخت اومده اینجا زنشم. بعد خودت که میگی نباید به دستور زنش باشه، خود شما میتونی آب بخوری بدون اینکه خانومت اجازه بده؟ دیگه دروغ به مردم بگیم چون تو تلویزیون هستیم، ولی به خودمون دروغ نگیم. اینم از این. شعار نه میر میخواییم نه رهبر نه توله های اکبر. این بعد از مصاحبه خانم فائزه هاشمی رفسنجانی درست شد. دوستان فائزه هاشمی رفسنجانی میگه از پدرش نمیتونه انتقاد کنه چون پدرش، نگاه کنید خیلی جالبه ها، شازده اینجا اعتبارات پدرش استفاده میکنه، میگه من شازده هستم ولی اشتباهات پدرش رو انتقاد نمیکنه. حالا اکبر شاه هم دخترش توی ایران همین عمل رو انجام میده، از همه انتقاد میکنه ولی از پدرش انتقاد نمیکنه. پدری که به جای نمیدونم رهبر سازندگی و فلان کشت و کشتار و جنگ، و پدری که خودش با پررویی کامل اومد گفت که بله دو سال زودتر میتونستیم جنگ رو تعطیل تموم کنیم، ولی آقای خمینی گفتن نه ما هم چیز نکردیم. مرد که میمدی بیرون میگفت این پیرمرد که اصلا از جنگ و کشت کشتار خبری نداره، همه رو داره به کشتن میده، نه اینکه اونجا وایسی رئیس جمهور باشی و بعدم نمیدونم برای مردم رهبر انتخاب کنی. بعد تا موقعی که پای این سفره بودن همه بچهای هاشمی رفسنجانی از اون مهدی و یاسر رو نمیدونم فلان اینا گرفته راضی بودن، حتی همین خانم وقتی که از پای سفره با لگد انداختتشون بیرون خامنه‌ای، یکی یکی آمدن و دزدی‌هاشون توی انگلستان توی پرونده‌های مختلف چه پولای خوردن و بردن اون بماند. خب میگن که صدا خیلی کمه، ممنونم که شما آمدی و گفتی. چشم الان نگاه میکنم، به خدا دیگه یادمون میره این میکروفون، من بزنم پراپرتی و لیولش رو. شما کاملا درست میگی، الان چی؟ الان باید رفته باشه تا عرش کبریا. خوب شد حالا آقای سلیمیان و روی اصلا صدای میکروفونا رو گذاشته بود روی صفر، باورتون میشه؟ من نمیفهمم چرا این سیستما اینجوری کار میکنه. خب آقا ما یک دفعه قبل رو 40 بودیم 50 بودیم 80 بودیم، همون رو نگه دار مگر اینکه ما بخوایم عوضش کنیم. نمیدونم حالا آقای سلیمیان بتونه به ما بنویسه یا دیگران بنویسن که صدا خوبه یا بد، و این رو هم ما بزنیم بره. بله اینجا این رو هم شیر کنیم با پیجمون مردم تیوی. میگه الان عالیه عالیه عالی، خیلی ممنون آقا، متشکرم که شما ما گفتید و عذر میخوام. این میگم دیگه وقت کسی نیست. حالا اگه نگاه کنید مثلا آقای شهرام همایون یه گوشی گذاشته تو گوشش، برنامه خودشو نگاه میکنه ببینه صدا هست یا نه، ولی همون گوشیه بعضی وقتا حواسش رو پرت میکنه. خب بعضیا باور دارن کاری که فائزه هاشمی رفسنجانی در 6 ساعت مجانی انجام داد
رضا پهلوی در 42 سال با میلیون ها دلار پول دزدیده شده توسط پدرش از مردم نتونست انجام بده. نظر شما کلن چیه؟ بله آقای اکبری میگه منم میخواستم بگم صدا کمه روم نشد. آقای اکبری خیلی از دستت عصبانیم، بی خود نیست این فیسبوک شما را هی میندازه بیرون. میگن دوست اونه که میگه، مثل آقای سلیمیان، دشمن اونه که میگه میخواستم بهت بگم، رو اومدن نداره قربونتم. میگی صدا کمه، ما هم اینجا این پایین کامپیوتر قسمت ساوند سیستممون رو نگاه میکنیم و به اصطلاح میبینیم و درستش میکنیم و ممنون میشیم از شما. خیلی ممنون، متشکرم، خوشحالم که فیسبوک باز بهت اجازه داده. دوستان این ماجرای فائزه رفسنجانی، الان دیگه کسای دیگه هم اومدن، خاتمی اومده، میرحسین موسوی اومده، الان قبل از انتخابات تو این یه دو ماه تا بگذره جون ما رو به لبمون میارن و من امیدوارم این بار این مرتبه افرادی که یا به شما یا به هر کسی دیگه میگن نرین در رای گیری شرکت کنید، اینقدر شهامت، شجاعت، جرأت، انصاف، انسانیت داشته باشن که فردای روز انتخابات نیان بگن رأی من کو. اونا ساکت باشن تا افرادی که رفتن رأی دادن بیان سر رأیشون و نتیجه آرایشون با هم دعوا کنن. حالا میبینیم و وقتا میگفتن ما مرده شما زنده، میبینیم و تعریف میکنیم. در قسمت قبلی برنامه از آقای رزاقی یه چیزی یاد گرفتم، گفت این طرف نه زنده است که خونه داشته باشه، نه مرده است که قبر داشته باشه. ماجرای افرادی رو میگفت که در سازمان مجاهدین هنوز هستن. و اما چرا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نمیکنه یا جواب حملاتش رو نمیده؟ از حمله به کشتی‌های ایرانی در خلیج فارس گرفته تا حمله به مؤسسات و تأسیسات، چه اتمی چه غیر اتمی، تا حمله های سایبری و اینها، چرا جمهوری اسلامی جوابی به اسرائیل نمیده؟ آیا این ناتوانی حکومت یا صبر و شکیبایی سیاسی؟ خب دوستان عزیز، من اون روز گفتم که یک مصاحبه از هادی قفاری دیدم، فکر کنم 3 ساعت شایدم بیشتر، با عبدی میدیا. بعد یه دوستی گفت اگه امکان داره از تلویزیون پخشش کنید. دوست عزیز، امکان همه چیز هست، ولی خب اگه امکان داره شما هم یه حمایتی بکن، اقلا 20 دلار، 50 دلار، 100 دلار، 30 دلار، 10 دلار، 1 دلار، که طرف بگه آقا این به اندازه توانش کمک کرده. بله خب به نظر شما رسانه ملی درسته یا رسانه دولتی؟ اینجا تو آمریکا رسانه ها خصوصی هستن، ولی بعضی از این رسانه ها خود به خود حزبی شدن و دولتی شدن. دولتی نه اینکه، یعنی به این صورت که مثلا ترامپ تا اینجا بود فاکس نیوز طرفدار اون بود، بعد به اینا میگن استیت مدیا، یعنی یا مثلا روسیه که رسانه‌ای که توسط دولت بهش دیکته میشه چی بگو چی نگو، کی حرف بزنه کی حرف نزنه، چه کسی رو نگه دارن چه کسی رو نگه ندارن. به نظر شما رسانه‌های ایرانی داخل ایران ملی هستن، دولتی هستن، یا صدا و سیمای میلی هستن که به میل دیکتاتور به اصطلاح کنترل میشن؟ این متاسفانه توی ایران این اشکال بود از زمانی که من حتی دانش آموز بودم. میگفتن مدرسه دولتی میری یا مدرسه ملی، در صورتی که باید بگن مدرسه ملی و مدرسه خصوصی. دولت که نباید مدرسه داشته باشه، مردم باید، ملت باید مدرسه داشته باشه. بعد ملی یعنی چی؟ خصوصی، مثلا آقای رعنایی یه مدرسه داشت فکر کنم به نام همایون، چرا بهش میگفتن مدرسه ملی؟ اون باید مدرسه خصوصی باشه. همه چیز غلط پیش میره، بعد ما غلط یاد میگیریم، بعد هر کی بخواد درستش کنه در مقابلش به اصطلاح مقاومت میکنیم. در رابطه با کلاب هاوس با صحبت کنم، چند تا مصاحبه انجام شده دوستان، حتی آقای ارشاد هم روی کلاب هاوس برنامه دارن، بعضی از دوستان خبر ندارن. یکی از قوانین
کلاب هاوس اینه که این برنامه نمیتونی حتی خودت اگه برنامه داری ضبطش کنی بعدن به صورت بازپخش پخش کنی، ولی دوستان ایرانی تابع هیچ قوانینی نیستن. چرا؟ وقتی که از یه آخوندی میپرسن آقا سی دی و دی وی دی ما میتونیم کپی بزنیم یا نه، میگه بله اینها انقدر سالیان دراز پول نفت ما رو بردن و شما حق دارین. خب دیگه وقتی که آیت الله اینجوری میگه یا فتوا اینجوری میدن، از مردم معمولی چه انتظاری دارید؟ مدرسه ملی و خصوصی رو هم گفتم راجع به این کلاب هاوس. یک آقایی هست به نام محسن نامجو، یه خواننده یه نوع به خصوصی به اصطلاح موزیک و آهنگ و اینها داره و بعضیا دوست دارن بعضیا دوست ندارن، ولی جدیداً پیرو همین جنبش میتو که آمریکا هست یا من هم بله که تو ایران هم راه افتاده، چند نفر از ایشون شکایت کردن. وقتی ما میگیم شکایت، بعضی وقتا شما پول داری میری دادگاه وکیل میگیری شاکی میشی اون رسمی توی دادگاه دولتی، بعضی وقتا دستت به هیچ جا نمیرسه، میای از طریق همین سوشال میدیا یا میدیا به رسانه های اجتماعی به اصطلاح صدای مظلومیت خودت رو به گوش دیگران میرسونی. متاسفانه اشکال اینجاست که بعضی وقتا بعضی ها دروغ میگن و شما اونی هم که راست میگه متوجه نمیشه که حالا داره دروغ میگه یا راست میگه. چند تا از این هنرپیشه‌ها و اینها آمدن و از محسن نامجو شکایت کردن. ضمناً پیام آقای مسعود کردار رو در رابطه با حمله نطنز بعد از صحبت با آقای مختار براتون پخش میکنم، شایدم همین الان پخش کنم که دیگه یادم نره و خیالم راحت باشه. آقای کردار اگر لطف کنن بنویسن چیزی رو که میخوان صحبت کنن، مثل همین من الان ببینید 3 ورقه امروز نوشتم، اینا رو سرتیتر مینویسم که یادم باشه راجع به چی صحبت کنم. باور کنید مثلا اگه اینجا به همین کوچولویی ننوشته بودم پیام مسعود اصلا یادم نمیموند حمله نطنز. شما اگر وقت کم میارید دلیلش اینه که وقتی صحبت میکنید رشته کلام دست از دستتون در میره، یادتون میره چه چیزایی رو گفتید و بعضی وقتا چیزها رو دوباره تکرار میکنید. حالا ما بشنویم صحبتهای آقای مسعود خان رو از کانادا که امیدوارم یه وقتی فرصتی بشه ایشون اصلا بیاد اینجا یا از طریق اسکایپ و اینها با هم صحبتی داشته باشیم. دوستان شما هم میتونید با این شماره تلفن 202-695-2573 در هر رابطه ای صحبت کنید و ما اگر بتونیم توی برنامه ازش استفاده کنیم پخش میکنیم. یعنی چی؟ چرا دارم میگم اگه فوش بدید و بیمزه بازی در بیاد و اینها، خب میندازیمش تو سطل آشغال، آشغال میره تو سطل آشغال. ولی اگر یه موضوعی باشه درست بگی حق داشته باشی مثل ایشون ما پخش میکنیم. بشنویم با هم صحبت های ایشون رو. 2:08. درود بر شما آقای سعودی. مسعود کردار هستم. در رابطه با این زدن انرژی هسته‌ای ایران من یک سوالی برام پیش اومده که آیا بعد از این انفجاری که خودشون میگن که بمبی کار گذاشته شده در این انرژی هسته‌ای، آیا فقط چند نفر زخمی شدن و بروقت کار افتاده یا احتمالاً احیانا آدم یاد نیروگاه چرنوبیل میفته که بعدش نشت کرد و خیلی جاها رو به اصطلاح ناهم کرد و مردم و جونشون رو به خطر انداخت؟ امیدوارم مال ما اینطوری نباشه، چون دولت ایران دروغگو و مخفی کاره اینو ممکنه مخفی کرده باشه. من اطلاعات انرژی اتمی و اینطور چیزا ندارم، ولی برام سوال پیش اومده. امیدوارم که در رابطه با زدن انرژی هسته‌ای ما در نطنز این اتفاق پیش نیومده باشه. دومین سوالم اینه که اینایی که طرفدارای جمهوری اسلامی هم در خارج از کشور همه در دائما دم از اقتدار جمهوری اسلامی میزنن، از خودشون این سوال رو نمیخوان بکنن که این چه اقتداریه که یک مرکز به این حساسیه که متعلق به ملت ایران، سرمایه های ملی ما هست و شما نمیتونین حس و حراست بکنید؟ و چرا اینقدر دیگه هارت و پوت علکی میکنید و دم از اقتدار میزنید و سپاه پاسداران ما اینه و اونه؟ معلومی که همه تون آقا خوابی،
و به فکر چپاول ایران و پولهای جیبتون و بانک ها هستی. و در آخر هم یه سوالی از دولت اسرائیل دارم که شما دولت ایران رو نمیزنید وقتی انرژی هسته‌ای ایرانی میزنید. شما سرمایه های ملی مردم سلاطت زده تاریخی ایران رو میزنید. شما که خود دوست مردم ایران میدونید چرا انرژی هسته‌ای که بعد از خرج کردن بیلیاردها پول سرمایه این ملت بدبخت باید ساخته شده رو میزنید و بر ما اینو نمیبینید؟ مگه ما از پاکستان کمتریم که نمیتونیم انرژی هسته‌ای داشته باشیم برای رفاه و آسایش مردم؟ اینا همه سوال، امیدوارم یکی به اینا پاسخ بده. خیلی ممنون، روزتون خوش. ممنونم. دوستان اگه پاسخی دارید به این سوالات آقای مسعود کردار لطف کنید بفرمایید. اجازه بدید بریم سراغ آقای تقی مختار که مؤسس و مدیر و سردبیر نشریه ایرانیان بودن برای سالهای طولانی، 30 سال اگه اشتباه نکنم. بعد به دلیل کرونا فعلا به اصطلاح انتشار این نشریه به تعویق افتاده، ولی آدمایی که فعال هستن هیچ وقت از فعالیت باز نمیمونن و ایشون یک پروژه رو در دست دارن. این پروژه در رابطه با رسانه‌های ایرانی است در آمریکا. حالا چه اجازه بدید من زنگ بزنم به ایشون، چه نشریه چه درست شد. اون صدای اولی صدای خوبی نیست، اون صدای اولی یعنی به اصطلاح ایشون در دسترس نیستن، ولی این صدای دومی به اصطلاح بد نیست. و آقای مختار دو تا اسکایپ داره. امروز صبح هم وقتی من تماس گرفتم متوجه شدم که ایشون از، حالا امیدوارم که با اون یکی منتظر نباشن. و بله اگر نگاه کنید اینجا، بله اجازه بدید، احتمالا اینجا نیستم. بذارید من ببینم با اون یکی دیگه میتونم تماس بگیرم. آقای تقی مختار، حالا تازه میبینم، نه اون آقای محمد تقی مصلحی هست. بذارید ببینم با این یکی زنگ بزنم، ویف کنیم. بله امروز صبح وقتی من تماس گرفتم ایشون گفت که من نمیدونم چرا این یکی که روش دوربین ندارم داره زنگ میزنه. من ازشون خواستم که لاگ اوت کنن یا از اون خارج بشن و بیان به اون یکی که خودشون دوست دارن و وسیله هم روش هست. چدت سکند گو، نه این نیست، آقای تقی مختار. این نه خیر، متاسفانه. ای کاش ایشون با ما تماس بگیرن. چدت امینت گو، یکیش عکس رنگی دارن یکیش عکس سیاه و سفید. این زنگی که میزنه یعنی به اصطلاح باید قانونن جواب بدن، ولی نمیدونم چرا. بذارید من اینو بهتون نشون بدم. سلیک ایریا، بله متاسفانه همینجوری که میبینی دو تا اکانت داریم و من با هر دو اکانت تماس گرفتم. یکیش مینویسه که تو این یکی، تو دومی، آقای مختار در اسکایپ ما هستن در کانتکتمون. این یکی مینویسه 3 ساعت قبل با هم صحبت کردیم. خب حالا من با همون 3 ساعت قبل که سیاه و سفید هم هست با زنگ میزنم ببینم میتونیم صحبت کنیم. نمیدونم چرا اینجوری شده. آها مینویسه نو انسر، جوابی نمیدن. همینه که دارم زنگ میزنم. بذارید با تلفن به ایشون بگم که ما
متاسفانه این اشکالا هست. همیشه هم من گفتم از روزی که راه های تماس و ارتباط با دوستان هی بیشتر و بیشتر شد، فاصله ما آدم ها دورتر و دورتر شد متاسفانه. برای که به یه نفر زنگ میزنیم صحبت میکنیم توی فیسبوک، ببینیم اون بنده خدا توی، بذارید من ایشون زنگ بزنم بهشون. آقای مختار سوربی هستم، تماس میگیرم با اسکایپ. میخواین شما به من زنگ بزنید، شاید اینجوری ارتباط برقرار بشه. بله، شما میدونید که دو تا اکانت دارید روی اسکایپ، من الان نشون دادم روی کامپیوترم. یه دونش هست عکس سیاه و سفید دارید، یه دونش هست عکس رنگی دارید، دوتاش هم مینویسه تغییر مختار. شاید این باشه یه اشکالی که سیستمتون را اونو که میزنم هنوز من و شما به اصطلاح با هم چیز نیستیم، ارتباط نداریم، ولی این یکی هم مینویسه call declined. یعنی بذارید یه بار دیگه تا هستید با این من زنگ بزنم، اجازه بدید. بله، به دوستان بیننده هم گفتم بعضی وقتا متاسفانه این اشکالا هست. بله، خب باید شما اونو لاگ اوت کنید، نه فقط ببندید. وقتی میبندید باز پایین کامپیوترتون اینا به صورت فضولی همینجوری وای میسن، باید لاگ اوتش کنید. من صبر میکنم شما اونو لاگ اوت کنید، شما لطف کنید از اون طرف به من زنگ بزن. ممنون میشم از شما. دوستان عزیز، بله این اشکالات هست متاسفانه، چون این سیستم ها، این برنامه ها، به همون دلیلی که اینها وقتی اومدن مجانی به ما دادن این امکاناتو، ما هیچ کدوم از خود نپرسیدیم چرا اینا به ما مجانی میدن. من یه مثال براتون میزنم، سالی یه بار یه خورشت قیمه پلوی به مردم میدادن مجانی، همه میگفتن چه خبره، میگفت مثلا عاشوراست، تاسوعاست، نذر داره. ولی اگه هر روز یه نفر به شما قیمه پلو و چلو کباب مجانی بده، خب شما نباید از خودتون سوال کنید چرا اینا به ما مجانی میدن. واتساپ مجانی، فیسبوک مجانی، اسکایپ مجانی، کلاب هاوس مجانی. اون وقتا باید یه هفته که میخواستیم زنگ بزنیم به ایران میگفتیم 10 دقیقه طول میکشه، $30 بیشتر باید پول داشته باشیم تا بتونیم زنگ بزنیم. الان از هر جایی دیگه، بعضیا برای سرگرمی به هم دیگه زنگ میزنم، میگه دارم رانندگی میکنم، گفتم حوصله‌ام سر میره به شما زنگ بزنم. از اینجا زنگ میزنه به ایران، از ایران زنگ میزنن به کشورهای دیگه، دستور آشپزی به هم میدن و الی آخر. و give me a call when you are back، اینو من اینجا فرستادم. در صورت ما از این ور قطع کردیم که آقای مختار اگه تماس بگیرن بتونیم باهاشون صحبت کنیم. و این اشکاله دوستان، وقتی یه چیزی رو اون قرمز کنار گوشه کنار بالا یا چپ مال مک و اینا چپه، مال این راست زدید، این بسته میشه، ولی پروگرامه داره کار میکنه. اگه میخواین پروگرامه رو کار کنید، خاموش کنید، باید اون پایین علامتش رو نگاه کنید، روی اون علامت رایت کلیک، نه ماوسی که همیشه میزنید، اینو میگن لفت کلیک، رایت کلیک کنید، اونجا مینویسه کویت. کویت اصلا کلمه ای که با کلوز فرق میکنه، کلوز یعنی شما میبندی، ولی کویت یعنی اصلا من میخوام از این برنامه کلن برم بیرون. به همین خاطر یه نفر وقتی یه شرکتی کار میکنه و دیگه نمیخواد اونجا کار کنه، میگه I'm quitting، من میخوام از اینجا برم بیرون. این فرق میکنه با یه نفر که یه جا کار میکنه مثلا میره خونه دوباره فردا برمیگرده. اینجوریه، اینا رو با رعایت کنید. و خیلی از این پروگرام ها هست، حتی یه جای دیگه هست توی ویندوز، شما میری یه چرخ دنده ای کشیده، توی اون چرخ دنده یه جایی هست مینویسه سیستم، توی اون سیستم مینویسه بک‌گراند اپ، یعنی برنامه ها و پروگرام هایی که پشت بک‌گراند
یعنی پشت دیگه، مثلا الان بک‌گراند من این ستاره هاست که داره میاد، یعنی پشت سره من خبر ازش ندارم. بعض وقتا دیدید بک‌گراند سابقه ی آدم هم میشه، مثلا میگن سابقهش چیه، اون بک‌گراند چیه، یعنی پشت سر گذاشتید. اینا پشت سر شما اون زیر داره کار میکنه. بعضی ها اینا رو از کار میندازن، ولی بعضی وقتا اینا رو که از کار میندازید یه اشکالایی به وجود میاره. حالا من بهتون بگم چرا مایل بودم خود آقای تقی مختار با شما صحبتی داشته باشه. من هفته قبل شانس آوردم بعد از مدت ها، خب دوستان عزیز خیلی هم خوب شانس آوردیم که آقای مختار هستن، مثل همیشه هندسام و سرحال. و اجازه بدیم من تصویر ایشون رو هم بدم به سیستممون و با هم یه کمی صحبت کنیم درباره پروژه‌ای که گفتم آقای مختار داره و من هفته قبل مطلع شدم و دوست دارم این رو به شما دوستان هم بگم. آقای مختار تصویرتون رفت، چرا هستی؟ آهان اومد الان، خوبه. آقای مختار سلام. مهم نیست، تصویر من مستقیم میره تو کامپیوتر، تصویر شما هم میره اونجا، بعدن توی بازپخش متوجه میشید و میبینید. آقای مختار سال نو رو بهتون تبریک گفتم، بازم بهتون تبریک میگم، امیدوارم سالی بهتر از پارسال باشه. و من بارها پشت سر شما هم گفتم که از لحاظ این شور و هیجان و جنبش کاری و پشتکار واقعا نمونه هستید. البته یه رقیب دارین، اونم خانمتون، خانم شهره عاصمی هست که خدا در و تخته رو با هم جور کرده. من درباره این پروژه شما که گفتم آقای مختار بیکار نمیتونه بشینه، حالا که نشریه ایرانیان به خاطر اون برنامه کووید و اینها فعلا منتشر نمیشه، ایشون چندین پروژه در دست دارن. یکی از پروژه ها چی هست آقای مختار؟ این مدیا یا رسانه های ایرانی داخل آمریکا. خودتون لطف کنید برای بیننده های ما بیشتر توضیح بدید و امیدوارم اونها هم از شهر و ایالتی که هستن لطف کنن با شما تماس بگیرن، چه روی فیسبوک، چه از طریق ایمیل و اینترنت و اینها، تلفن و اینها، و بهتون بگن که چه کسانی در شهر و دیار اونها چه برنامه‌ای داشتن یا احتمالاً هنوز هم دارن. بفرمایید آقای مختار، با شما هستیم. اولا خیلی ممنون آقای سربی، لطف کردید منو دعوت کردید به این برنامه که بتونم هم با شما صحبتی بکنم هم با بینندگانتون صحبتی داشته باشم. بعد از مدت‌ها فرصت بسیار خوبیه و من از شما تشکر می‌کنم از اظهار لطفتون نسبت به من و کارهای خودم. هم بازم از شما تشکر میکنم. عرض کنم خدمتتون که من سالهای زیادی که در فکر این بودم یک کتاب فرهنگ یا تاریخ رسانه‌های ایرانی که در آمریکا درست شده فراهم بکنم که فکر میکنم خیلی از لحاظ تاریخی اهمیت داره، ولی بعد از اینکه این اتفاق افتاد و یه خود سر من خلوت‌تر شد، فکر کردم که این بهترین فرصته که اوقاتم رو به بتالت نگذرونم و پروژه‌ای رو که مدتی بود در دست داشتم اینو تکمیلش کنم. در نتیجه از حدود یک سال و نیم پیش دوباره به صورت خیلی جدی مشغول این پروژه شدم و خوشبختانه موفقیت‌های خوبی تا اینجا پیش آمده. قصد و غرض نهایی من این استش که یک کتاب تاریخ یا فرهنگ فراهم بشه که از اولین نشریاتی که به صورت چاپی در آمریکا ایرانی‌ها درست کردن و منتشر کردن همه رو در اونجا با تمام مشخصات کاملشون لیست بکنیم تا بعدها که این نشریات به خاطر مهاجرت عظیم ایرانی ها به آمریکا خب بیشتر شد تعدادشون، که فوق العاده جالبه وقتی که شما به لیستی که فراهم شده نگاه بکنید واقعا حیرت خواهید کرد چه مقدار نشریه ایرانی ها در ایالت های مختلف، شهرهای مختلف آمریکا، سازمان های مختلف، افراد مختلف اینها
نشریات متفاوتی رو، چه روزنامه، مجله، فصلنامه، ماهنامه، سالنامه، به شکل‌های مختلف اینها رو منتشر کردن. تمام مشخصات اینها رو من دارم فراهم میکنم و بعدم از یه دوران مثلا حدود 15-20 سال پیش که آرام آرام پای تلویزیون ها به میان آمد و تلویزیون های ماهواره‌ای آمدن و تمام مشخصات این تلویزیون ها، تاریخچه‌شون، چه کسانی اینها رو راه اندازی کردن، چطور گسترش اینها به چه میزان بوده، کدوماشون هنوز ادامه دارن، کدوما دیگه تعطیل شدن. بعد میرسیم به رسانه هایی که با وجود اومدن اینترنت و شبکه های اجتماعی از طریق اینترنت درست شده که باز تعداد اینها هم فوق العاده زیاده، چه به صورت تصویری چه به صورت صوتی فوق العاده زیاده. من دارم روی این مجموعه کار میکنم. در نتیجه همونطور که از شما هم خواهش کردم و در فیسبوک هم اعلام کردم، از همه ایرانی هایی که در هر کدوم از ایالت های آمریکا زندگی میکنن، در شهرهای مختلف این کشور هستن، خواهشم اینه که اگر در طول اقامتشون در اونجایی که بودن با نشریاتی آشنا هستن که احیانا ممکنه من از اونا مطلع نباشم، اسمی از اونها برای من بفرستن. اگر میتونن مشخصات اون رو مثلا نگاه کنن ببینن توی اگه سایتی هست تو اینترنت یا تلویزیون یا مثلا یه نشریه چاپی هست، تو اون قسمتی که اون صفحه‌ای که امضای اون نشریه هست یه عکسی از اون بگیرن، همه مشخصات اون نشریه رو میتونن برای من بفرستن. حالا چه از طریق صفحه فیسبوک من که به همون به نام من تقی مختار هست، یا اینکه چه میتونن برام ایمیل بکنن. ایمیل منم باز خیلی ساده است، همون تقی مختار @yahoo.com میشه ایمیل من. عرض کنم که از هر کدوم از این طرق بتونن به من کمک بکنن. درسته که من تحقیقات وسیعی انجام دادم و دارم میدم، هنوز هم ادامه داره این تحقیقات. سابقه این کار برمیگرده به بیش از 100 سال پیش که من همه اینا رو دارم فراهم میکنم، ولی در هر حال یک دست صدا نداره. ممکنه در گوشه کنار آمریکا نشریاتی باشن که ما اطلاعی از اونها نداریم. من خیلی خوشحال میشم برای ثبت در تاریخ، برای اینکه نشون داده بشه ایرانی ها چقدر در آمریکا در زمینه رسانه ها فعال بودن. هر کسی هر اطلاعی داره فکر نکنه ممکنه من بدونم یا ندونم، حالا اشکال نداره اگه بفرستن یه چیزی رو من اطلاع داشتم که خب ایرادی نیست، دوباره به من یادآوری شده، ولی ممکنه در میون اونها نشریاتی باشه که من اطلاع نداشته باشم. عرض کردم چه به صورت چاپی، چه تلویزیون، چه رادیو، چه در اینترنت، هر کدوم اونا که بشه اسمش رو رسانه گذاشت، اینا در این کتاب ثبت و ربط خواهد شد. اگر از دوستان همکار خودم، روزنامه‌نگارا، مطبوعاتی ها، کسانی که در رسانه ها هستن الان این برنامه رو میبینن یا بعداً خواهند دید، اگر اونها هم بتونن درباره رسانه‌ای که درش کار میکنن اطلاعاتی برای من بفرستن، من خیلی خوشحال میشم و از همشون تشکر و قدردانی میکنم. این کل ماجراست، بقیه رو در خدمتتون هستم. سوالی اگر شما دارید یا بینندگان محترمتون دارن، در خدمتتون هستم. من ممنونم از شما. فقط اگر لطف کنید یه بار دیگه اون آدرس ایمیلتون رو بگید، چون من دو تا صفحه فیسبوک رو نشون دادم در حین صحبتتون ولی نتونستم متاسفانه آدرس ایمیلتون رو روی صفحه بنویسم چون سیستممون رو عوض کردیم. خیلی ساده است اون آدرس. اسم منه همش، یعنی هیچ کپیتالیزیشن و اینا نداره، tabimukhtar@yahoo.com. بسیار عالی، همه چیز رو آسون و ساده که راه تماس آسون باشه. ولی اگر دوستان باز هم اشکالی داشتن در تماس گرفتن، چه از طریق فیسبوک چه از طریق ایمیل، میتونن با من تماس بگیرن تا من بله میتونن با شما هم تماس بگیرن. خب شما لطف میکنید، هر اختیار من میذارید. خواهش میکنم آقای مختار، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که امسال هم
مثل همیشه در کارها موفق باشید. من اون فیلم به دوستان اون روز گفتم که شما با وجودی که خیلی جوان بودید ولی با کارگردانی و اینها شروع کردید، خود این نشون میده که یک وزنه ای بودید در سینمای ایران، چه از لحاظ هنرپیشگی، چه از لحاظ نویسندگی و کارگردانی. و بعد هم که اینجا من افتخار دارم بیش از 20 سال تقریبا نزدیک 30 سال هست شما رو میشناسم و با کارها با زحمات شما از نزدیک آشنا هستم. برای شما موفقیت آرزو میکنم و امیدوارم بیشتر به ما سر بزنید. به قول معروف ما زیاران چشم یاری داریم. هر وقت بفرمایید من در خدمتتونم. ممنونم. خیلی ممنون. اگه باز صحبتی دارید بفرمایید. اگه نه ازتون خداحافظی میکنم. همین تقاضای من اینه که اگر دوستانی در این زمینه‌ها اطلاعاتی دارن از همون طرقی که عرض کردم برای من یا برای شما بفرستن که یه کمک بزرگی برای تکمیل کردن این کتاب. در رابطه با نشریات، رادیو تلویزیون‌هایی که در آمریکا بودن. بله. خیلی ممنونم. متشکرم که دعوت من رو پذیرفت. خواهش میکنم. به امید دیدار. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای تقی مختار بودیم. یکی از دوستانی که من همیشه از راهنمایی‌هاشون استفاده کردم و واقعاً چه موقعی که برنامه‌های تلویزیونی دارن، چه موقعی که می‌نویسن، حتما استفاده کنید و می‌بینید که ارزش اون وقتی رو که میذارید برای دیدن یا خوندن داره. خیلی ممنون از ایشون که با ما بودن. خب دوستان عزیز، برنامه رو پی میگیریم. ساعت 3 بعد از ظهر قرار هست با آقای فرزاد نیساری، این همشهری گرامی، باشیم. این دوستان یه حرکتی رو آغاز کردن و من نوشتم آهان، حالا شد، حالا میخوان این دوستان بلندشن برن ایران کاری کنن، کارسون. حالا ببینیم انجام میشه یا این هم مثل مثلا شهرام و همایون دیگه خودش اومد گفت آقا ما با این همه نمیدونم سر و صدایی که راه انداختیم 50 نفرم نیومدن جلو زندان وکیل آباد. و البته جای تأسف داره که یه روز آقای همایون این حرف رو میزنه، یه روز دیگه میگه ما حالا دیگه فهمیدیم چه قدرتی داریم. درسته 40-50 نفر آمده بودن ولی هزاران نفر اونجا بودن. این یه کمی حالت مالی خولیا و توهم و اینها میشه که مثلا من بگم که دوستان همین الان شما میدونید که با وجودی که شب هست و هیچ کس در پاسارگاد شیراز یا پاسارگاد استان فارس نیست، ولی میلیون ها نفر اونجا جمع شدن به خاطر من. خب من اگه این حرفو بزنم آقای همایون، مردم میخندن میگن سوربی دیوانه بود، دیوانه تر شد. ولی شما چون دیوانه نبودید، الان فکر کنم دارید میرسید به اون مرحله دیوانه شدن. بهتون نمیدونم باید تبریک بگم نگم چه کار کنم. میگن که آقای اکبری میگه آقای مختار نوشته های زیبایی هم در نشریات دارن. ماشاءالله آقای تقی مختار هنوز خوشتیپ هستن. بله، برید فیلمهاشون هم توی یوتیوب هست نگاه کنید. البته همه فیلمها روی یوتیوب نیست، اونایی که بعضی ها داشتن و تونستن به اصطلاح به صورت بایگانی اونا مونده و بعضی هاش کیفیتش خب فیلم ها آنالوگ بوده، خیلی قدیمی هستن، ولی بعضی ها رو دوستان درست کردن، اینا رو میتونن به اصطلاح یک کمی صدا و تصویر رو بهتر کنن. بعضی وقتا مخارج داره و اینه که دوستان هنرمند همیشه از لحاظ درآمد و اینها در مضیقه هستن، چون میرن دنبال این پشنشون. پشن یعنی عشق و علاقه. یه نفر به من گفت که آقا خب تو چرا آمدی تو کار رادیو تلویزیون؟ گفتم آقا دیوانه بودم. گفت تو که این همه پول میساختی چرا اونو ول کردی اومدی اینجا 20 سر و صدا برای خودت داشتی کار میکردی پول میساختی؟ گفتم این همون صحبت ایرانی ها، هر وقت میرفتم کالیفرنیا ماشین که کرایه میکردم میچرخوندم تا این صدای ایرانی میمد همونجا میمون تا روزی که من ماشین رو تحویل میدادم میخواستم برگردم. صدای آشنا، به دنبال صدای آشنا میریم، بعد میبینیم که متاسفانه همین آشناها به آدم ضربه میزنن، لطمه میزنن و الاخر. خامنه ای گفت آماری که روز اول فروردین دادم غلط بود. خب عافیت باشه، صحت خواب آقای خامنه ای.
شما هم شدی مثل شاه و یادتون باشه شماها به شاه فوش میدادید، شماها میگفتید شاه دیکتاتوره، شاه هیچ کس رو قبول نداره، ولی خودتون الان یه نفر رو نمیاری بگی این وزیر، این مسئول آمار ارقام، این فلان کار است، از این بپرسین. خودت یه تیکه کاغذی مثل اینایی که مثلا تو توالت نشسته یه یادداشتی نوشته نوشته، بعد میگه که ما ردیف 18ام هستیم، بعد دیروز یا پریروز اومد گفت من اشتباه کردم، این آمار مال 4-5 سال قبله، ولی انقدر شهامت نداشت که بگه آمار امروز ردیف چندم هستیم. بر اساس اون آماری که خامنه‌ای نشون میداد که 18ام بوده 4-5 سال پیش ایران از لحاظ اقتصادی، دوستان شما به من بگید امروز از لحاظ اقتصادی ایران در رده چندم قرار دارد. کلاب هاوس و برنامه آقای ارشاد. ببینید دوستان، وقتی که می نویسید یکی یکی میگید، از آقای محمد رزاقی کانون آوا، از آقای مختار برنامه پروژه نشریه و رسانه ها و اینها، بعد همینجوری ماجرای خامنه ای گفت این، بعد کلاب هاوس، برنامه آقای ارشاد، 315 ساعت 4 بعد از ظهر از تلویزیون پخش میشه و هر روز هم تا هفته آینده ادامه دارد. 315 هفته، به غیر از هفته هایی که حالش خوب نبوده، کار داشته، مسافرت بوده، 315 هفته. یه نفر اینو تقسیم بر 52 بکنه، 6 سال، بیش از 6 سال، 6 سال میشه 312، بیش از 6 سال هر هفته داره برنامه پخش کنه. وقتی کارتون تموم شد میذارید اینجا و میره در قسمت برنامه های بایگانی شده. خب یه نفر از من پرسید آقای سوربی، بر تفاوت سوشالایزینگ و نتورکینگ چیه؟ چون بعضی از اتاقهای کلاب هاوس میگن شما اومدید اینجا نتورکینگ کنید، آمدید سوشالایزینگ کنید، یا آمدید دنبال زن، مرد، همسریابی، و بعضی ها این دوتا رو اشتباه میکنن. اون سومی که تکلیفش معلومه، کسی که میخواد بره زن بگیره یا مرد بگیره، میره دیتینگ یا نمیدونم میتینگ پیپل فلان، ولی این دوتا سوشالایزینگ و نتورکینگ بعضی وقتا ماها مخصوصا چون از میخوایم ترجمه کنیم اشتباه میکنیم. دوستان سوشالایزینگ یعنی having pleasure، یعنی لذت ببرید، با دیگران باشید، و انسان میگن یک حیوان اجتماعیه، سوسیالیست که میگن برای همیه، یه حیوان اجتماعی دوست داره با دیگران باشه، به این میگن سوشالایزینگ. حالا شما ممکنه برای سرگرمی و تفریح سوشالایز کنی، برای یه چیزی یاد گرفتن سوشالایز، ولی نتورکینگ یه درجه از این میره بالاتر، تخصصی میشه. مثلا شما وقتی میری نتورکینگ دنبال دوستایی میگردی که در رابطه با ماشین علاقه دارن، در رابطه با کامپیوتر علاقه دارن، یه مقداری تخصصی تر میشه. سلام آقای سوربی. سلام آقای اردشیر شیخی عزیز. و یک ویدیویی هم درست کردن که نشون میده حالا که دیگه ایرانو دادن به چین، توی اصفهان یه جایی به اصطلاح راه رو میبندن، میگن این قسمت مال چینه، شما ایرانیا از اون طرف برید. این ویدیوها دیدنش همون موقع جالبه، آدم ممکنم هست بخنده، ولی فکر میکنه این قرم قرم هایی هست که مردم به هم میگن که آماده بشن برای وقتی که دیکتاتور میخواد بهشون بگه قرم ساق، و حتی بعضی هاشون پاشون رو از این فراتر میذارن و به هم دیگه اون قرم ساق رو هم خطاب میکنن. وقتی که چین قراردادم نیست، هنوز به اصطلاح قولنامه همکاریه، می نویسه و مردم دارن اعتراض میکنن، ولی همزمان با مردم فکر کنم مال رادیو تلویزیون هم باشه، میگم حالا با آدم وقتی هم میگه رادیو تلویزیون ملی، یعنی رادیو تلویزیون دولتی حقیقتا. من اینو بهتون نشون میدم، 2 دقیقه مونده، اینجا نوشتم آقای حسن چیتساز این رو برای من فرستادن، و بله اینجا می نویسم حسن چیتساز، نمیدونم یه کلمه است یا 2 کلمه، اینم باید تو نوشتن، من اینجا 1 کلمه نوشتم. حالا آمد حسن چیتساز، اسم فامیل بالاخره باید 2 قسمت باشه، و میزنیم ببینیم کدومش هست. اینجا آقای حسن چیتساز، نه توی این یکی نبود،
بعد از صحبت با آقای فرزاد نیساری براتون پیداش میکنم، پخشش میکنم، یا اگه کسی اون کلیپ رو دیده لطف کنه برای من بفرسته. باز ما چون ایرانی هستیم قوانین رو رعایت نمی کنیم. یکی از چیزها مثلا همین اسم و فامیل نوشتن توی فیسبوکه. شما برید نگاه کنید، مثلا نوشته سو، دو تا فاصله گذاشته، اون ورتر نوشته سن، سوسن نوشته اینجوری به جایی که اسمش رو بنویسه. و فیسبوک هم خیلی گیر نمیده، چون اونا دنبال این هستن که فقط تعداد بره بالا. خب آقای دهنوی رو گفتم، باهاشون تماس میگرفتم. بله این تخصصی اینها. این حسن چیتساز نوشتم مسخره بازی چارباغ به چین داده شده. و اما اینجا هم اینا رو که گفتم خط بزنم، یادداشت کنم یا بغلش چک مارک بزنم. و اگر چیزی هم دو قسمتی هست، اول یک علامت میزنی بعد اینجوری، و حسابت درست باشه، ردیف باشه. بریم سراغ آقای نیساری ببینیم آقای نیساری چی دارن که به من و شما بگن این هفته، و به قول معروف کجای کار هستند ایشان و دوستانشون. دوستان لطف کنید این برنامه ها رو با دیگران هم شیر کنید، و اگر از طریق یوتیوب تماشا میکنید لطفا هم سابسکرایب بشید، هم به اصطلاح اون زنگوله رو بفشارید، کلیک کنید تا بتونیم چیز کنیم. خب دوستان عزیز، آقای نیساری با ما هستن. اجازه بدید من تصویر ایشون رو بله بدم به سیستم. و خب آقای نیساری یه چند هفته غایب بودن، ولی به دوستان من گفتم که جنبشی رو آغاز کردن. من هم حتی برای ایشون نوشتم Now we are talking، یعنی این شد حرف حساب. آقا یه نفر اومده میگه من میخوام برم ایران، دوستان شما هم بیان بریم ایران ببینیم یه کار رو به اصطلاح یه سره کنیم. آقای نیساری من ساکت میشم، این شما و این هم بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هستیم. زنده و پیروز. صدای من رو دارید؟ بله بله. بسیار عالی. با درود بر شما و میهمانان گرامیتون، با درود بر همیهنانی که الان این برنامه رو میبینن و یا در آینده، با درود بر استادانی که به من درس زندگی آموختن، و به ویژه با درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست روی آنها را از راه دور میبوسن. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی، سرباز میهنم ایران در خدمت مردم ایران، از جنبش ایرانبانان همبستگی اقوام و اقشار درون ایران. همونجور که فرمودید ما حرکتی رو آغاز کردیم به نام کاروان ملی برای رودررویی با رژیم جمهوری اسلامی. این کاروان همایشی است ملی و تلاشش در این هست که نیروهای مختلف رو به دور هم جمع کنه، از به اصطلاح رده های گوناگون و یک پارچه و متحد، البته به صورت ائتلافی چون هر کسی ایده هاش متفاوت هست، و راهی ایران بشه برای تغییر و دیگرگونی رژیم. آیا این یک حرکت نو هست؟ آیا این یک ابداع جدید هست؟ به نظر ما که ما اقوام به ویژه در 150 سال گذشته تلاش بسیاری برای تغییر و دگرگونی در درون ایران ایجاد کردیم و در تمام اوضاع و در تمام زمانها هدف ما ایجاد دموکراسی، ایجاد استقلال برای ایران شکست خورده در جنگ‌های متفاوت و ایرانی که مستعمره در حقیقت دست بیگانگان بوده و به نظر ما هنوز هست، ما برای به اصطلاح آزاد کردن ایران تلاش میکردیم. 150 سال پیش پس از 20-30 سال تلاش مداوم و دادن به اصطلاح قیمتی که در آن زمان هم سنگین بود، بالاخره در 1285 موفق شدیم انقلاب مشروطه را به پیروزی برسانیم. در حقیقت در 100 اندی سال گذشته در تاریخ ایران تنها انقلابی که به پیروزی رسیده و در زمان خودش تونسته برعکس آن چیزی که اتفاق می افتاده به صورتی بسیار گام های بزرگ بزرگی رو برداره، همون انقلاب مشروطه 1285 است. علی رغم کمبودهایی که در درونش هست، علی رغم به اصطلاح کاستی هایی که در درونش هست،
و از 1285 تا 1292-93 7-8 سال بعد از اون در حقیقت بنیه ها و ریشه های آزادمنشی و آزادی در درون ایران بیشه یا مجالسی تشکیل شد از به اصطلاح نمایندگان مردم علی رغم کاستی هایی که در متد انتخاباتی بود و مملکت ما داشت به سوی میرفت که بتونه آینده خودش رو رقم بزنه به نسبت بسیار خوبی و در حقیقت خودش رو برسونه به همون سطحی که اروپا خودش رو رسونده بود، منتها در یک جهش بسیار سنگینی. متاسفانه دشمن و اجنبی بسیار زرنگتر از ما اومد و سینخیز به اصطلاح از زیر حرکت کردن در 1299 با یک کودتا یک قلدر رو بر سر کار در درون ایران نشان. پس از 1299 وقتی نگاه میکنیم تا به حال یک سیاست بیشتر در درون ایران نبوده و اون سیاست، سیاست سرکوب ما مردم ایران بوده به طوری که ما نتونیم سر بلند کنیم. اگر دانشگاهی ایجاد شده، اگر خطی کشیده شده، اگر سیستم نوینی به اصطلاح برپا شده، نگاه که میکنیم مثلا مثال بزنم اون چیزی رو که پالانی ها بهش بسیار افتخار میکنن، ایجاد ارتش نوین هست که اونم دروغ بیش نیست. میبینیم که در جنگ، وقتی جنگ جهانی میشه، پس از یک روز و یا تاریخ میگه 3 ساعت، در حقیقت بعضی ها میگن 3 روز، ارتش ایران رو رضا قلدر منحل میکنه. همون قلدری که توی سر مردم ایران میزد و سرداران ایران رو به عنوان یاغی و یورشی و شورشی اعدام میکرد، ولی در مقابل بیگانه که رسید مرزبانها و مرزدارها رو از بین برده بود و خودش هم تسلیم شد. در حقیقت اون ارتش ارتشی بود که میلیون ها پوند و دلار و غیره خرج شده بود ولی به هیچ کاری نیومد، در صورتی که همون کسانی که او به عنوان یاغی از اونها نام می برد قرنها از مرزهای ایران دفاع کرده بود. حالا این سیاست از 1299 تا به حال یک جانبه و یک طرفه برای سرکوب مردم ایران به پیش رانده شده. یکی از سنگ محک هایی که ما به کار گرفتیم در شناخت این رژیم که این رژیم هم اجنبی است، علی رغم اینکه هنوز خیلی ها فکر میکنن که چون اینها به زبان من و شما و یا به زبان فارسی صحبت میکنن پس ایرانی هستند، همین مسئله سرکوب است. و این مسئله بسیار مهم هست برای ما در حال کنون و برای فرزندان ایران در حال کنون و آینده، به این ترتیب که هر سیستمی که سر کار بیاد که زیر به اصطلاح چتر اقتدار مقتدر بودن هدفش سرکوب مردم باشه و جلوگیری از آزادی های بیان و زبان و اندیشه و گفتار و به اصطلاح صنعت در درون ایران باشه، شک نکنید که ادامه دهنده همون سیاست به اصطلاح سرکوب مردم ایران هست. حالا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که بله، اون رژیم در 1357 به اصطلاح دستش رو شد و ساقط شد و اجنبی زرنگ در سرک خوابانده هایی مثل خمینی و اطرافیانی رو که توسط سازمان هایی همچون سیا و MI6 انگلیس تربیت کرده بودند مانند خرچنگی بر پیکر مردم ایران به اصطلاح انداختند، زالووار از دوباره به مکیدن خون مردم ادامه دادند. کما اینکه شما میبینید وقتی که کافی است برید در مناطق به اصطلاح خارج از شهرهای بزرگ وقتی نگاه میکنید میبینید هنوز فرزندان ایران علی رغم ثروت نفت راه دور نمیخواد بریم، بریم نزدیکی های اونجایی که بهترین منابع نفتی ایران خوابیده. وقتی نگاه میکنید میبینید هنوز فرزندان ایران پاپتی و درست مثل 200 سال گذشته دارن حرکت میکنن، در سیستان و بلوچستان، در اهواز، در استان فارس، هر جایی که برید در کردستان، در اقصانقات ایران وقتی که میریم میبینیم هنوز بچه های ما از مدرسه کافی برخوردار نیستن، از به اصطلاح علم و صنعت بهره نبردن و نمیبرن و زندگی درست مطابق سالهای 1299 هنوز ادامه داره و ادامه پیدا کرده. بنابراین یکی از مسائل بسیار مهم ما در اینی که ما چه میخواییم و چرا ما این حرکت کاروان ملی رو به اصطلاح پیش کشیدیم همین هست که یادآوری کنیم به تمام اقوام، یادآوری کنیم به تمام مبارزان درون ایران
که همان گونه که ما انقلاب مشروطه را در 1285 به پیروزی رساندیم، که اون ملغمه ای بود از ایرانیانی که در خارج از کشور بودند و ایرانیانی که در داخل کشور بودند و سردارانی که ما در داخل و خارج از ایران داشتیم و اینها تونستن رژیم اون موقع رو شکست بدن. البته خب اون موقع رژیم در محدودیت های خودش بود و همون گونه اقوام هم در محدودیت های خودشون بودن. امروز درست است که به اصطلاح سیستم تغییر پیدا کرده، اما نسبت به رشد زمانی وقتی نگاه میکنیم، همون جور که امکانات رژیم سرکوبگر پیش رفته، امکانات مردمی و همبستگی مردمی، راهی که بتونیم به هم دیگه صحبت کنیم، از اقصانوات ایران بتونیم پیغام ها رو به هم دیگه برسونیم، هم به همون ترتیب گسترش و نفوذ پیدا کرده بین مردم. بنابراین این کاروان همایش ملی یک چیز جدید نیست، یک ابداع نیست، تاریخچه داره، اثبات شده و راه حلی است که میتونه از دوباره به کار بیاد. حالا بحث بر سر این هست که چه کسانی بایستی بیان و در این به اصطلاح گرز همایی شرکت کنن که ما بتونیم به پیروزی برسیم. فراموش نکنیم که نیروهای اجنبی بسیار زرنگ هست و به اصطلاح خودفروخته های بسیاری رو با حقوق بیقرون دوزار که اینها خودشون رو در حقیقت رفتن و فروختن دور هم جمع کرده و انتظار نگاه داشته که در سر بزنگاه اونجایی که تونس بتونه هر انقلابی رو به بیراهه ببره. بنابراین تلاش بایستی در این باشه که ما با وجود این که حرکت رو میکنیم، خواسته های ما چی هست؟ یعنی بدون خواسته و بدون اینکه اون به اصطلاح نور رو در انتهای تونل تاریک بایستی ببینیم و بدانیم که به چه سوی حرکت میکنیم و خواسته های ما برای مردم چی هست، که در از همون روز اول نتونن بیان کلاه بذارن سر ما و به اصطلاح انقلاب رو به بیراهه بکشن. همان گونه که ما این حرکت رو آغاز کردیم و ادامه هم خواهیم داد، به همون ترتیب هم اجنبی در به اصطلاح وافتن فرش خودش هست. برنامه رو نگاه میکردم در رابطه با این اسب مرده، کسی که حاج پسر رضا پالانی که تا دیروز همه روی این اسب شرط بندی میکردن، این اسب خودش رو به مردن زده و در اومده گفته که یکی از پاهاش طلاق هست و متاسفانه نمیتونه با همون سرعتی که انتظار هست بدوه. جریانی بود به اصطلاح مجلس ترحیمی بود با در یکی از سازمان هایی که مدعی آوردن سکولاریزم و آزادی برای ایران هست، سازمانی به نام مهستان، و فقط در اون نشست کم مونده بود که اینها سینه بزنن و خاک به سر بکنن، همون جوری که به اصطلاح رضا قلدر گل به سر میمالید، اما در تاریخ نوشتن که بر علیه به اصطلاح آخوندها بود که همچین چیزی حقیقت تاریخی نداره. و اینها بحثشون بر این بود که آقا آیا دموکراسی در درون ایران مورد نیاز هست و یا ما نیازمند سیستم جدیدی هستیم که بدون اقتدار رو به ایران برگردونه. البته بعضی هاشون به درستی صحبت میکردن که بدون دموکراسی و بدون آزادی بیان و بدون آزادی اندیشه ما نمیتونیم به اون چیزی که به اصطلاح اقتدار مردمی هست برسیم، اما در بین اونها رایزنها و به اصطلاح نویسندگانی بودن که خودشون هم مدعی هستن که دکتر هستن، که بله مدارکی هم گرفتن، و بحث اینها این بود که در حال حاضر به خاطر موقعیت به اصطلاح سوق الجیشی ایران که اطرافش کشورهای گوناگونی رو گرفته، تنها چاره آمدن کسی مانند رضا قلدر هست. یعنی یک سیستمی که بیاد و بزنه توی سر مردم و اینی که کنترل بکنه، البته نمیگن بزنه توی سر مردم، همش بحثش این است که باید یک سیستمی بیاد که با نیروی ارتش، با نیروی به اصطلاح سپاه و با نیروهای مشابه بتونه کنترل مملکت رو به دست بگیره. اینی که ایران کشوری باید باشه که کنترل داشته باشه در اطراف مرزهاش و بتونه از به اصطلاح خودش و امنیت خودش حفاظت کنه، شکی در این نیست. ولی اینی که به چه گونه این مسئله رو به وجود بیاره، در اون مسئله بحث است. بحث ما این است که بدون دموکراسی، بدون حق و حقوق مردمی، ایران در همان سراشیبی رو خواهد رفت که در 150 سال پیش رفته. در حقیقت تلاش اجنبی هم بر همین است. اگر ایرانی روزی به اونجا برسه که بتونه همانند یک غربی
اظهار وجود کنه، اظهار اندیشه کنه، اظهار خواسته کنه، در حقیقت از همون زمان هست که جلوی دزدی های اجانب و جلوی به اصطلاح خودفروشی های آن داخلی هایی که میرن به اجانب کمک میکنن گرفته میشه. بنابراین این انحصاراتی رو که اجنبی در دست داره منوط به این هست که بتونه مردم رو خفه کنه و مردم رو ساکت کنه. بنابراین ما به عنوان یک همایش ملی تمام هدفمون این هست که در سه مورد این مسئله رو روشن کنیم. یک، اینی که اجنبی تلاشش بر این هست اگر دانشگاهی در ایران زده شد سوقش بده به طرف مسائل دینی، سوقش بده به طرف مسائلی که علم و صنعت رو، علم دانشگاهی رو با صنعت درون ایران قاطی نکنه. یعنی حاضر هست مونتاژ کنه، حاضر هست نمیدونم بره بخره، ولی به ایرانی اجازه به اصطلاح ابداع و صنعتگری نده. حالا کافی از شما برید در بازارهای به اصطلاح سرپوشیده و قدیمی ترکیه قدم بزنید و ببینید که از نمیدونم در بازار بزرگ استانبول صدها حجره هست و متاسفانه از این صدها حجره 99 تا جنس خارجی میفروشه، یک دونش جنس داخلی داره تولید میکنه. اون جنس داخلیش هم وقتی نگاه میکنید میبینید ساخت یزد و اصفهان و کرمان و جای دیگه از ایران هست. ولی در بازارهای ایران که گام برمیدارید اکثر تولیدی ها اگرچه کار دست است ولی هنوز صنعتگر ایرانی تونسته روی پای خودش بیسته، هنوز فرش خودش رو بزنه، هنوز مثل خودش رو تولید کنه، هنوز به اصطلاح در اون دستگاه‌های زینتی خودش رو به وجود بیاره. و اینها صنعت کوچکی هست ولی پیشینه صنایع بزرگ است. بنابراین اولین تلاشی که میکنه این هست که جلوی این رو بگیره. دوم، با ایجاد یک حکومت سرکوبگر سعی میکنه به لحاظ سیاسی کنترل مردم رو به دست بگیره. اونجا جایی هست که ما نیروهای مردمی با دادن آزادی‌های به اصطلاح برابر به زن و مرد در درون ایران و حکم به نگاهداری از آزادی زبان و بیان و اندیشه جلوی یک همچین سیاست‌هایی خواهیم ایستاد. با یک همچین حرکت در رابطه با شکستن انحصار علمی و شکستن انحصار سیاسی اجنبی است که ما میتونیم در اقتصاد هم به استقلال برسیم و در اقتصاد هم روی پای خودمون وایسیم و در حقیقت با کشورهای دیگر وارد مراودات به اصطلاح برابر بشیم. این چیزی نیست که یک روزه به دست بیاد، ولی با ایجاد حکومت‌های به اصطلاح مقتدر سرکوبگری مانند رضا قلدر و کسانی که این اجنبی پرستان صحبت میکنن هرگز اتفاق نخواهد افتاد. اما با راهی ما به اصطلاح پیش پا میگذاریم امکان داره که 50 سال طول بکشه ولی به انجام خواهد رسید. بنابراین این مسئله فراوان همایش ملی یک نوع یک ابداع جدید نیست و تلاشش این هست که بتونه ایرانی ها رو به دور هم جمع کنه. حالا میرسیم بر سر این که سازمان هایی که برای ایران مبارزه میکردن در به اصطلاح 100 سال گذشته، به ویژه اونهایی که در زمان پالانی ها مجبور به فرار از ایران شدن و یا اونهایی که بعد از انقلاب مجبور به خروج از ایران شدن. متاسفانه در این مورد کار ما رسیده به جایی که ببینید صحبت کردن خرج نداره، حرف زدن خرج نداره. بنابراین وقتی که شما میشینید برای خودتون یک حبابی درست میکنید و در درون اون حباب نمیدونم به فلان کسک فوش میدید، به فلان کسک برخورد میکنید، فلان کسک رو صدقه میرید، فلان کسک رو ستایش میکنید، اینها هیچ خرج نداره. ولی اونجایی رسید که صحبت این است که آقا بایستی حرکتی کنیم که بریم در درون ایران و این رژیم رو به اصطلاح از حرکت بیاندازیم، اونجا مسئله سرمایه گذاری هست و این سرمایه گذاری هم مالی هست هم جانی هست و اینجا هست که متاسفانه بسیاری از هموندان ما، بسیاری از مبارزان درون ایران کم میارند و کم هم خواهند آورد. و پاسخ ما به اینها این است که اگر شجاعت انجام این کار رو ندارید، حداقل در برابر این کاری که ما میخوایم بکنیم به اصطلاح کمپوزیشن بازی در نیارید و بیاید دفاع کنید. اگر نمیتوانید از جانتون سرمایه بگذارید که ما به هیچ وجه شهید پرور نیستیم و اعتقادی هم به خودکشی نداریم و مطمئن باشید که راهی رو که آغاز کردیم همان گونه که نیاکانمون به پیروزی رساندن اون رو، ما همین رو به پیروزی خواهیم رساند، حداقل بیاید اونجایی که میتونید از لحاظ مالی کمک کنید. عملا باید یک کار مثبت انجام بدید و از خودتون مایه‌ای بگذارید که ما بتونیم این رو به سرانجام برسونیم.
برابر این مسئله داره بسیار حاد میشه. ما میتونیم بنشینیم 50 سال دیگه، 60 سال دیگه، 100 سال دیگه بریم توی خیابونهای کشورهای خارج، پرچمهای به اصطلاح رنگارنگ رو بلند کنیم، سر و صدا بکنیم و دالی بیداد بکنیم که آقا چرا این کار رو میکنید، چرا اون کار رو میکنید. و کار به همین منوال ادامه داره. تنها زور است که در مقابل زور میستد. البته نیروی مردمی بسیار مهم است. بدون نیروی مردمی در درون ایران پیروزی هیچ سازمانی امکان پذیر نیست. ولی این بایستی از یک جای شروع بشه. در ایران جرقه های گوناگونی خورده و میخوره و در آینده هم خواهد خورد و ما تلاشمون این است که این مبارزه درون و بیرون از ایران رو همان گونه که در 1285 همگون شد و نتیجه داد، این بار هم همگون کنیم و نتیجه بگیریم. حالا میرسیم به یک مسئله. ایرانی که در درون ایران هست و ایرانی که در خارج از ایران هست چه حرکتی بایستی بکنه؟ صحبتی داشتم با یکی چند نفر از سازمان‌هایی که در خارج از کشور ریشه بسیار کهنی دارند. ببینید در غرب، حتی در ایران همین جور هست. شما اگر رفتید مالی رو دزدیدید و در مغازه و یا جایی فروختید، به مالخری دادید، این تملک این مال تعلق به اون مالخر نداره. این مال هنوز متعلق به اون کسی است که ازش دزدی شده. حساب کنید در درون ایران در 100 سال گذشته بسیاری از این کشورهای بیگانه آمدن و سرمایه ایران رو علی رغم اینکه میبینن در درون ایران مردم ایران حق رأی ندارن، به اون صورت حق گفتن ندارن و سرکوب میشن، اینها رو با قیمت‌های بسیار ارزان گرفتن و بردن و چشمشون رو بر کشتار بستن و کم و در مسائل در مواقع بسیار گوناگونی هم همکاری کردن با این رژیم ها، وسایل سرکوب رو به اینها فروختن و در حقیقت باعث و بانی استقرار این رژیم ها در درون ایران شدن. چرا نه؟ چرا نشن؟ برای اینکه اینها در حقیقت همون دزدانی هستن که در رو به روی دزد بیرونی باز کرده و در حقیقت نگاهبانان منافع غربی در داخل ایران همین رژیم هستن و اجنبی بودنشون یکی از نکات اجنبی بودنشون همین هست. بنابراین صحبت من با این دوستان و مبارزانی که مدعی دفاع از منافع ایران هستن این هست. آقا حتی در غرب این قانون قانونی ثبت شده، جنسی که دزدی هست و یا خوزش ما و یا به دروغ و یا به نیرنگ از کسی گرفته شده و قیمت مناسب آن با دانستن این که قیمت اون یک چیز دیگری بوده، با کلاهبرداری، با نیرنگ، با هر سیستمی گرفته شده، متعلق به اینها نیست و مردم ایران میتونن مدعی بشن. در صورتی که همین نیروهای به اصطلاح ایرانی در درون خارج وقتی این مسائل رو باشون صحبت میکنی میگن آقا ما نمیتونیم بریم به این دول خارجی در بیان بگیم که شما منافع ایران رو دارید میدوستید. بحث این است هموطن، اگر من ایرانی که در غرب هستم و سیستم اینها رو میشناسم و زبان اینها رو میدونم و با اینها زندگی کردم، حاضر نباشم در غرب بیستم و بگم که آقا دزدی بس است، دست نبایستی بزنید، با این رژیم شما در قتل مردم ایران شریک هستید، پس این چه فایده ای داره؟ من چگونه مبارزی هستم؟ این رو هم بایستی در درون مبارزین خارج از کشور حقنه کرد و بایستی به اونها آموخت که هموطنان گرامی اشتباه میکنید بسیار سنگین. این اشتباه بسیار سنگین است به خاطر اینکه نیروهای بیگانه نگاه به من شما میکنن و میگن عجب ملت احمقی هستن. در زمانی که هیتلر فرانسه رو گرفته بود، مردم فرانسه به عنوان پارتیزان بر علیه رژیم، بر علیه هیتلر میجنگیدن. اونجا هم هیتلر قرار قانون به اصطلاح آلمان رو پیاده کرده بود و اون پارتیزان ها بر علیه قانون به اصطلاح موجود در درون فرانسه با اجنبی میجنگیدن. هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین ما مردم چه در خارج و چه در خارج وظیفه بسیار مهم و خطیری بر عهده داریم. ما نمیتونیم 50 سال دیگه زندگی کنیم و در مقابل این دزدی ها و این کشتارها خاموش بنشینیم. بنابراین صحبت من با مبارزین خارج از کشور این است، اگر جرأت به اصطلاح همکاری با ما در مبارزه رو در رو با این رژیم رو ندارید، اگر حاضر به کمک مالی هم نیستید برای این مبارزه، حداقل صداتون در بیاد و در مقابل اینها در خارج بایستید به جای اینکه برید جلوی سفارت ایران داد بیداد کنید که مشخص است اینها دزدن، مشخص است که اینها آدم کشن، پرچم تکون دادن، فکر میکنید که هموطن ایرانی من رو که در زندان
مثلا ابن هست بیرون میکشه، رژیم های غرب به درستی این رژیمی درون ایران رو میشناسن. بنابراین شما وظیفتون این است که در مقابل به اصطلاح پارلمان این کشورها بایستید و دادی بیداد کنید که آقا چرا همکاری میکنید با اینا، چرا از رژیمی مثل رژیم خمینی و یا رژیم خامنه‌ای دفاع میکنید. این مسائلی است که بایستی بحث بشه و بایستی به پیش رانده بشه. اگه سوالی هست ممنونم. من در حین صحبت‌های شما صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم. از دوستان خواهش میکنم اگه سوالی دارن یا نظری دارن مستقیما با شما تماس بگیرن. سعی میکنم در برنامه‌های آینده هم به اصطلاح پروسه شما رو که حتما برنامه‌ای هست و پیش میرید به مردم نشون بدیم، باهاشون در میون بذاریم و هم بگیم که شما از این دوستان چی میخواین. خب شما گفتید که برنامه هست و تشکیلاتی درست شده و خیلی خوشحالم که شما به این نتیجه رسیدید که رفتن جلو سفارت مثل این میمونی که برید در خونه دزد بگید که وسایلی که از من دزدیدی پس بده، اون انقدر پوست‌کلفته که اصلا چیز نیست. در صورت ممنونم و میگم اگر دوستان سوالی چیزی دارن من صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم، اجازه بدید یه بار دیگه هم اینجا نشون بدم. دوستان همین اسم خودشون فرزاد نیساری، ای کار شما با فارسی هم می نوشتید برای دوستانی که از داخل احتمالاً میخوان با شما تماس بگیرن. خیلی ممنون که با ما بودید، امیدوارم در هفته‌های آینده هم بتونیم شما رو داشته باشیم. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. بدرود. بله دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم و همون جوری که بهتون گفتم یک حرکتی رو تشکیل دادن ایشون و دوستانشون که میگن مایل هستن برن ایران. من خودم بارها حتی با اونایی که هی میگن خب آقا شما که نشستی اونجا به ما بگو چه کار کنیم، گفتم خب اگه میخواین کاری بکنید باید برید ایران. اگر خمینی نشسته بود عراق و نشسته بود فرانسه و یک کامپیوتر هم گذاشته بودن جلوش هی پیام میداد و فوش میداد و اینها، که هنوز هم نشسته بود توی فرانسه. در هر صورت این هم موضوعی هست که دوستان اعلام کردن و نظر شما رو ما باید بدونیم. و اما آقای حسن چیتساز رو من براتون پیدا کنم، این بار اسم و همه چی رو یه جور می نویسم. حسن چیتساز، چرا ایشون اینجوری نوشته من نمیدونم و وقتی اینو میزنم پیدا نمیشه. در صورتی که من خودم اسم ایشون رو دیدم که حسن چیتسا، آها اینجاست پیداش. روزگار غریبی است نازنین. چهار باغ به چین داده شد. بذارید من اینو آماده کنم صداشو اینها رو، بعد شما رو هم بیاریم به چهار باغ اصفهان. این جای بسیار زیبا. کپچر سلکت ایریا اینجاست. بله حتما میبینید و بذارید من اینا رو خاموش کنم که هی نپره. با هم دوباره از اول ببینید. صدا هم باید داشته باشه ولی نمیدونم. آه اینجا هست. آقای چانگ مهندس چینی هم تشریف آوردن ایران و طبق معاهده ایران و چین که 25 سال برای سر جای ایران رو بگیرن یه از کیش شروع کردن. 25 سال که کیش رو دارند و بعد شیراز هم باقی ارم رو گرفتند و اصفهان هم که الان چهار باغ رو یک پروژه خیلی بزرگش رو دارن. این مفاد قرارداد رو میدادن ما ببینیم جریان چیه. آقای چانگ امروز اینجوری اتوزه از اون سمت چونم بیان از این سمت نمیتونم. هر کسی خواست دیگه ما ایرانی حق ندارم بیان پول بده. بله دیگه فعلا اینجا رو که دادیم میگم بفرمایید که من ایرانی که این وطنم این چالواقم اجازه نمیدن برم. بگید که ما از کجا باید بریم؟ هوایی باید بریم؟ الان دیگه سوانی هم شد میگه چرا بدون هزینه رد میشن؟ از خود کیش که مال خود چینی هست سوسک و خرسنگ بیارن همینجا بتنزن. از اون همینی که بعد ایران میمونه؟ از اون سمت میتونیم از این سمت دیگه نمیشه. بریم از اون باره بریم.
بعدش میاد میخندین بشه بعد معاهده ایران اینو خراب میکنه، یعنی اگه زنگ بزنه سفارت کنسل معاهده. موضوعاتی که فرهنگمون اومده پایین، اشخاصی مثل این چینی ها میان و دست میزنن به من بکرد ماله هم کاری امضا کردیم ماله هم کاری دیگه نه دیگه اینجا رو خب ماله اونا نیست همکاریه همکاری یعنی مثلا نمیتونم بیان اینجا پروژه بزنم؟ چرا میتونم پروژه بزنم ولی مرد نمیتونم تعیین کنم. اینجا تا اونجا کلش رو میگرفتن دیگه. نه دیگه تو ماهده اینا که اومدن ایران دیگه همه رو گرفتن مستعمره شون شدیم اینا رو میگرفتن. من نمیتونم بی خود کردم بی جا کردم شهران ها بود که مالی بله 25 سال خب تو ماهده ایران چی؟ یعنی مال اینا میشه بله دیگه تو قرارداد شما چرا مال اینا بشه مال خودمونه که بابا چی میتونه بگه؟ جنوبا که دادم نمیدونم ای جنوبم دادم؟ نمیدونم چی میده جزره چیست؟ خواهی کجا نمیدونم اونجا بگه میدم دفعه چی میدم؟ من متعظمشونم یعنی اخبار رو دیدم که اصلا اخبار رو نمی‌دونم سر بسده که خودت پس از کجا متعظم شدی اینا شنیدم به زاهر کنش یه ها جور از این من به کذب برمیدیم از اون سمته با عصبانی میشن آقای چان وقت منو یه چی کنم؟ نه برای چی؟ یه روز حقیقت درسته؟ اگه چینی ها قراره با این همه معاهده بیان توی ایران این همه معاهده رو میشه دوتاشو بگید؟ خب یکیش من فهمیدم که بندرهای بوشه رو میخوان مثلا من پتروشیمی رو بگیرم بندرهای بوشه رو بگیرم اونقدر دست تو گفت این تو که فلان کشور رو بدید دستشون من اون چیزی که خوندم این بوده که 5000 تا نیرو امنیتی از چین میخواد به ایران. اونو باور میکنید ولی اینو باور نمیکنید؟ چرا باور نکنم؟ چون مسئولا هرچی گفتن تا الان انجام دادن. ببین مسئولا هر چی گفتن تا الان انجام دادن. مسئولا گفتن که 5000 تا نیروی چینی چیزی که من خوندم کجا خوندی؟ من یکی از بچه ها برام فرستادم. نه 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 شما یه خط بیان این طرف مرز ایران سی ملیه باش کرده سوی سوی ما تو شهر خودمون نمیتونیم راه بریم یا راست خودم بزنم سوی 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 بی خود کردم سوی من فقط مترزمم من فقط یک مترزمم خانم بی خود کردم تو رو خودم مردم اسمم خودم قشنگترین بیورم شهر رو دارن چین یا رستوران بزنم خانم آروم باشی دوربین مرد بله دوستان این برگشت اول اجازه بدید ما هم برگردیم اول کار و این حالا فهمیدم چون اینستاگرام با فیسبوک دوتاش که صاحبش میدونید یکیه جدیدن پیغام ها و پیام ها رو میفرستن ایشون ممکنه اسمش این آقای حسن چیتساز توی فیسبوک توی اینستاگرام به هم میچسبه توی اون با فاصله در صد این یک چیزی بود که به صورت جوک ولی دیدید که احتمالاً اتفاقا چند تا از این خانم ها بودن که جلو اینها وایسادن و این هم داستانیه که اگر کسی اطلاع داره خوشحال میشیم بیاد توضیح بده ولی جالبه که از هر کی میپرسن میگن ما خبرها رو گوش نمیدیم ولی میگن ما خبرها رو میدونیم میگه از کجا میدونیم میگه میدونم دیگه ولی یه آمار همین جوری گرفته شده تو ایران گفتن خبرها رو ما به خاطر اینکه بفهمیم درسته تلویزیون‌های خارجی رو تماشا میکنیم یا تلویزیون ایرانی خارج از ایران رو من و تو و ایران اینترنشنال و بی بی سی و اینها رو مثال زدن که بلا فاصله این سوالی که من ازتون پرسیدم باید در مغزتون بیاد که چگونه از تلویزیون‌های ایرانی با یه هزینه‌ای نمیدونم کم از بین میرن بسته میشن ولی این تلویزیون‌ها با اون هزینه‌های زیاد
با این همه افراد جوونی که استخدام کردن میچرخن و خبرها رو هر جوری دلشون میخواد میچرخونن برای شما. اجازه بدید از آقای مختار تشکر کنم. ایشون نوشتن که همینجوری که در برنامه داشتی درباره استیت مدیا صحبت میکردی، آنچه شما در مقابل رسانه ملی خواندید بدم، منظور از استیت مدیا رسانه دولتی است، رسانه‌ای که با بودجه دولت و به عنوان صدای دولت اداره میشود. من کاملا با شما موافقم و این ایده رو به من دادید که من از شما دعوت کنم توی برنامه‌ای با ما باشید، که اتفاقا همین مثال زدم که تلویزیون ایران که مردم از پول به اصطلاح تبلیغ و اینها چی نمی کنن، بودجه داره و چه بودجه بالایی هم گرفتن برای سال 1400. پس این استیت مدیا هست. چرا اسمشو میذارن تلویزیون ملی ایران؟ همون موقع تو زمان شاه هم استیت مدیا بوده، ولی باز یه کمی به این شوری و به این شدت نبوده. در هر صورت شما کاملا درست میگید، استیت مدیا چیزی هست که به بودجه دولت، به حکم دولت و میبینیم که داره اجرا میشه و کشورهای مثل روسیه و مثل آمریکا، این قسمتای فاکس نیوز شو اینا حقیقتا یه جورایی اینا استیت میدیا هستن. وقتی که حرف حکومتی رو میزنه، دولتی رو میزنه که در صدر کاره، حالا چجوری این پولا رو جابجا میکنن اونو باید یه کسی که آگاه تر هست بیاد برای من توضیح بده. بعد شما ادامه دادید که چه بودجه آن توسط دولت تامین شود و چه توسط مردمی که در یک حکومت ملی منبع آن یکیست، مالیات مردم و منابع ملی. نوع دیگری از رسانه هم داریم که توسط بخش خصوصی اداره می شود و اصلاحاً به آن رسانه مستقل و آزاد گفته می شود، یعنی بدون وابستگی به دولت و حکومت، که اون هم باز جای بحث داره. همون هم که میگیم رسانه آزاد، اونا هم آزاد نیستن، اونها هم اسیر دست کورپوریشن ها هستن، اسیر دست کسانی هستن که بهشون آگهی میده. و این رو خود من سالها پیش گفتم تلویزیون ما هم این اسارت رو داره. اگه یه آگهی از دکون قصابی نشون داد، بعد اگه یه دکتری آمد گفت آقا کلسترول بده، اون قصابه سوپرمارکت زنگ میزنه میگه آقا اگه این دکتر میارید تو تلویزیونتون، آگهی قصابی منو نذارید. این موزلی شده نه فقط برای ایران، نه فقط برای ایرانی ها، برای تمام جهان که میدیا و رسانه به این روز افتاده. حالا همه یا بعضی ها خوشحالن که به جای این رسانه های دولتی یا خصوصی یه رسانه ای هم در کنارش میاد، مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک، مثل کلاب هاوس. ولی اینا متاسفانه چند مدت به صورت آزاد پیش میرن، بعد که دقت میکنید میبینید اینها هم خریده میشن، اینها هم همون برنامه‌هایی که برای استیت مدیا هست، برای تلویزیونایی که فکر میکردیم خصوصی هستیم ولی دست آخر رفت زیر بار کورپوریشن و اینها، میبینیم اینها اونجا اسیر میشن. بازم ممنون و متشکر. دوستان عزیز، من در کرگلیست یه تبلیغی رو دارم میبینم، مال آقای پتیک مهدسیان. اجازه بدید این رو هم به شما نشون بدم، عکسای جالبی هم هست. و اگر در منطقه لس آنجلس، در منطقه گلندر، در منطقه اون سنچه، همه اسم پیغمبراست، اینه آگهی رو من اینجوری بهتون نشون بدم جاش بشه، کاری داشتید میتونید با ایشون تماس بگیرید و ایشون bonded, licensed و insured، یعنی باند یه چیزی که من تو ایران نشنیده بودم قبلا ولی اینجا شنیدیم، به غیر از بیمه داشتن شما باید باند هم بخری که اگه رفتی یه جایی یه کاری رو چیز کردی، شما میتونی بری دنبال اون شرکتی که بهش باند داده، بعد insured بیمه باشه. همینجا در مریلند یه کاری انجام دادن، یک نفر نبنده خدا پتیک، دیواری خواستن بسازن، این دیواری که خواستن بسازن خونه بغلی به اصطلاح دیوارش ریزش کرده و الان خطر ریزش خود خونه است،
که دولت بهشون گفته اینجا اصلا قابل زندگی نیست، باید برید بیرون، و اون صابخونه بیچاره گریه میکرد که خب ما کجا بریم. در اصل اجازه بدید هندی من پتیک یه نگاهی داشته باشیم. من این عکسای جالب رو هم اینجا میبینم، شماره تلفنش هست 818-209-6052 لس آنجلس، و این هم باز عکس قشنگی، البته رو کلاه نوشته Do it yourself، باید بنویسیم روش پتیک، یه دستش چکشه، یه دستش احرس، یه دستش دریل، یه دستش رنده، نقاشی و همه کار، همه فن حریفی که گفتیم. و این هم پتروس بیلدرز لس آنجلس، و خیلی تکیه میکنه یا تاکید کنیم روی اینکه ایشون در لس آنجلس هست، در کالیفرنیا هست، از آلمان و نمیدونم از استرالیا و از نیوزلند زنگ نزنید، اونجا هم هستن احتمالا ایرانیایی که این کارا رو انجام بدن. پتروس 5 ستاره در 5 رشته، نجاری، کاشیکاری، نقاشی، لوله‌کشی و بوتون، 7 روز هفته، 7 صبح تا 7 شب، این 3 هفته میشه 21. باید برم باهاش جک پات چی بازی کنم. به 3 زبان فارسی و انگلیسی و ارمنی با شما میتونه صحبت کنه، با لایسنس، باند، بیمه و 30 سال تجربه. باز شماره تلفنش 818-209-6052. خود من امروز صبح دو تا مسیج براش فرستادم، دیدم که قشنگ نوشته من در حال رانندگی هستم، وقتی رسیدم به مقصد با شما تماس میگیرم. دوستان عزیز اجازه بدین من یک نگاهی به این فایل و فولدر بندازم ببینم چه خبره. توی ایران باز این ماجرای هنرپیشه ها و خواننده ها و تجاوزاتی که انجام شده بازارش داغه. نمیدونم، بعضی وقتا اینا حتی میگن خود اون طرف میاد برای بازارگرمی این کارو میکنه. بدبختی اینجاست خیلی از همکاراش بهش حمله میکنن. یه خانم خیلی جوونی فکر کنم به نام ریحانه پارسا یا پارسی اومده یه چیزی گفته، خانم ها بیشتر بهش حمله کردن تا متجاوزی. فرانسه، دوستان گوش کنید، فرانسه حداقل سن رضایت برای رابطه جنسی را به 15 سال نشته تغییر داد، احتمالاً کاهش دادن، آوردن پایین. بخونیم ببینیم چیه. نمایندگان مجلس ملی فرانسه همچنین سن اعلام رضایت به داشتن رابطه جنسی با محارم را 18 سال تعیین کردند. یکمی من اینجا گیج شدم، اونجا میگه 15 سال، اینجا میگه در صورت این خبر جدید بود، خودتون برید دنبالش. من اینجا بارها گفتم سعی میکنیم سرتیتر خبرها رو بگیم، شما جلب و جذبش شدید برید دنبالش. انتشار تصاویر تیراندازی پلیس شیکاگو به نوجوان 14 ساله آدم تولدو، اسلحه‌ای در دست نداشت، برای که اسلحه رو انداخته بود پشت دیوار، پشت دیوار ویدیو گرفتن، به همین خاطر هم بعد وایساده دست بلند کرده، ولی اون موقع دیگه دیر بوده، پلیس شوت کرده. اتفاقا دیدم دوستان در رابطه با این زن پلیس بیچاره‌ای که 26 سال خدمت پلیسی انجام میده و اون روز اشتباهی به جای تیزر هفتیرشو برداشته، ولی اعلام کرده با اون تیزر تیزر تیزر، بعد که خواسته بهش به اصطلاح شوک بزنه بهش تیر شلیک کرد و مجبور شد استعفا بده. حالا دادگاه هم دادگاهی میشه، ولی جرمی که براش تعیین کردن اگر تا محکوم بشه و مجرم شناخته بشه گویا تا 10 سال زندان و 20,000 دلار غرامت داره. این قوانین توی شهرهای مختلف فرق میکنه، قوانین فدرال همش یکیه، ولی شهرها و فرمانداری ها قوانین خودشون رو دارن. به همین دلیل میشه گفت اینا خودمختارن، حالا اسمش فدرالیست میگی اینجوریه، در اصل اینا خودمختارن تا یه جایی، نه هم تا یادی. بله، ایران غنی سازی 60% اورانیوم را آغاز کرد. تیراندازی ایندیاناپولیس 8 کشته و چندین زخمی. یعنی هنوز بهاره، هوا تابستون نشده، مردم آمریکا اینجوری دیوونه شدن و به همدیگه شلیک میکنن. هوا گرم بشه چه خواهد شد؟ انعطاف پذیری در شنیدن رمز موفقیت اجرای موسیقی گوستاو دا
دودامل یا هم چیزی هست. این ماجرای شنیدن و گوش دادن و اینها یه بحث خیلی بزرگی که من خودم یکی از اونایی بودم که قبل از اینکه گوش بدم به حرفای یه نفر دنبال این بودم که جوابش بدم. میگن خود این کار باعث میشه که مغز شما از گوش دادن به اصطلاح وایسه، دنبال جواب بگرده. پس صبر کنید یا آموزش بدیم به خودمون حرفای یه نفر رو گوش بدیم، بعد حتی در موقع دربارش فکر کنیم، بعدن جواب بدیم. خب سیر سعودی شمار قربانیان کرونا در ایران، وزیر بهداشت گفت هفته دیگر هفته سختری هست. اینم تبریک میگیم به ایرانیایی که رفتن عید دیدنی. ولی جالب اینجاست که روحانی میگه کشورهای دیگه هم که عید ندارن اونا هم الان رسیدن به موج چهارم. جالبتر اینه که میگه حالا همه این مشکلاتی که دارید شما شبهای قدر برید دعا کنید، ممکنه کرونا و اینها مشکلش حل بشه و به اصطلاح وضعتون بهتر بشه. دوستان عزیز اجازه بدید من همینجا از شما خداحافظی کنم. حدود 90 و شاید هم 100 دقیقه با شما بودیم و خیلی چیزهای دیگه گذاشتم، عکسایی گذاشتم نشون بدم، ولی باید فکر کنم یه جایی به ما حمایت کنن دوستان تا ما بتونیم برنامه ها رو بذار فکر کنم این یکیه که نوشته تلویزیون مردم از آن منتظر حمایت بودم، نوشته حمایت نداریم متاسفانه، بلد نیستیم حتی از مردم سوال کنیم، بتونیم برنامه ها رو بیشتر کنیم، برگردیم به همون هفته 3 روز، برگردیم حداقل به هفته 2 روز، تا اینجوری هم دوستان رو بتونیم دعوت کنیم، افراد متخصص رو، و هم خودمون این حرف و گپی خودمانی سربی با مردم رو ادامه بدیم. خیلی ممنون که با ما بودید. باز هم اگه لطف کنید این برنامه ها رو با دیگران شیر کنید، خودتون روی یوتیوب به اصطلاح چیز کنید، سابسکرایب کنید، ممنون میشم. مرسی که با ما بودید. روز و روزگار بر شما خوش.